انجمن پادشاهی ایران هوشنگ با درود بر ادامه سخنانمون در رابطه با لغو مالکیت خصوصی در مارکسیسم و در رابطه با سرزمین ایران در شرایط امروز سخنانم رو ادامه میدم. مالکیت خصوصی پدیده ای نیست که از آسمان افتاده باشه. مالکیت خصوصی خصوصیتی هست که در جامعه جانداران و جامعه انسانی در واقع و حتی در جامعه گیاهی موجودیت قانونمند داره. بر طبق نظریه دانشمندان و زیستشناسان اولین بار که حیات در سطح کره زمین پیدا شد، این حیات به صورت یک توده زنده، در واقع همون اسید امینه، اگر یادم باشه، دزوکسی ریبونوکلئیک بود که در سطح کره زمین به عنوان بیسیک و پایه موجود زنده به وجود اومد. حالا پاره‌ای معتقد هستند که این اسیدهای امینه از کرات دیگه روی سنگ ها به زمین پرتاب شد. اینم نظریه ای هست. چقدر علم امروز، خرد امروز، دانش امروز با پوزش به این مسئله واقف هست در جریان نیستم، ولی اونجا که میدونم حیات به صورت یک توده حیات در گوشه و کنار کره زمین موجودیت پیدا میکنه و این توده حیات، توده زنده، دستخوش تغییر شرایط جوی میشه و با مشکلات روبرو میشه و بر مبنای اصل تکامل، توده زنده برای حفاظت از خودش دیواره تشکیل میده و برای اینکه بتونه این مقاومت رو بیشتر بکنه به سلولهای تقسیم میشه و سلولها با دیوارهای خودشون، اولین دیوارها در اولین شکل حیات در کره زمین به وجود میاد. این یک رابطه قانونمنده برای بقا، برای مقاومت، برای قدرت. مالکیت خصوصی به ذات خودش هیچ اشکالی نداره. اگر مشکلی اجتماعی در واقع در بین افراد بشر به وجود میاد، جوامع بشری قادر هستند که چنین معضلاتی رو در واقع با تکامل از سر راه خودشون بردارن، همینطور که جامعه گذشته ایران، جامعه ساسانی مخصوصا، چنین مشکلاتی رو نداشت. در طبق اسنادی که فولادوند گرامی ارائه کردند، شما میبینید که کسانی که در واقع مذهبی هستند و کسانی که میخوان آیین زرتشت رو به صورت دین در بیارن و به معبد و بر واقع فلان بکشونن، اینا کسانی هستند که من جمله خانواده برمکی که بعد از تسلط تازی اینها به قدرت زیادی دست پیدا میکنن، حتی در خونه و پنجره هاشون رو طلا میکنن، ولی در ایران ساسانی چنین امکانی اینا نداشتن. جامعه بشری قادر هست که معضلاتش رو جلوش رو بگیره. ما مشتی انسان خردمند و انسان مبارز هستیم که دور هم جمع میشیم
برای آرامش و آسایش بیشتر به صورت اجتماعی زندگی میکنیم که آسیب پذیر نباشیم. اگر نیازمند قوانینی باشیم، این قوانین طی گذران تاریخ این قوانین در جوامع به وجود میان، همونطور که در جامعه ایران به وجود اومد، همونطور که امروز در جامعه اروپای شمالی میبینید، در جامعه کشورهای اسکاندیناوی میبینید که چگونه معضلات اجتماعی خودشون رو، چگونه مشکلات قانونه در واقع پوزش میخوام، چگونه مشکلات مالکیت خصوصی رو حل کردند. من نمیگم که یک نفر باید صاحب تمام دنیا باشه، من نمیگم که یک نفر باید همه رو چپاول کنه و یه نفری بنشینه بخوره. من میگم که ما به عنوان دانشمند و به عنوان خردمند و به عنوان فیلسوف و به عنوان جامعه شناس دایه به قول معروف چی میگن مهربانتر از مادر نشیم، کاسه داغتر از آش نشیم. اگر بناست جامعه راه خودش رو پیدا بکنه و تکامل پیدا کنه که کرده که میکنه، نیازی به این نیست که بنشینه یک نفر و قوانین ضد علمی و غیر واقعی و غیر حقیقی ارائه بکنه به صرف این که آقای مارکس یا دیگران یا انگلس یا لنین میخوان تغییراتی در جهان ایجاد کنن. حق این رو ندارن که بنشینند و اساسی ترین اصول زندگی بشری رو مورد هر واقع بازی و مورد حمله قرار بدن. ما جامعه شوروی رو دیدیم، ما جامعه چپ اروپا رو دیدیم. ملت شوروی خیال کردن که بله، زمان تزار با تزار نتونستن دنیا رو بخورن، حتی جلوی ایران هم نتونستن، از ایران هم نتونستن رد بشن. گفتن خب حالا ما با تزار لنین میکنیم، که کردن، با تزار لنین موفق شدن در صف ملت ایران نفوذ کنن، با تزار لنین موفق شدن که شاه ایران رو با مشکلات روبرو کنن، با تزار لنین موفق شدن که اروپا رو به ویرانی بکشونن. من زمانی که دیوار برلین خراب شد من در آلمان زندگی می کردم، من آلمان رو رها کردم، دیدم رفتار کمونیست هایی که زیر پرچم شوروی زندگی می کردن با پناهندگانی که در بخش آلمان شرقی تو لاگرها زندگی می کردن. دیدم رفتارشون رو، چگونه مردم تحت شعار مارکسیزم لنینیزم نزول اخلاقی می کنن. ما حق نداریم که ندیده بگیریم سیر تکاملی جامعه رو، ما حق نداریم ندیده بگیریم قانونمندی جامعه رو به عنوان دانشمند یا هر کس دیگه ای. هر چیزی که اتفاق میفته در جامعه ای علت مادی داره، حتی جرم هم در جوامع علت مادی دارن. شما میبینید که در جامعه مترقی جهان مجرم رو اعدام نمی کنن، مجرم رو به عنوان انتقام باهاش روبرو نمیشن. اگر زندان و بگیر و ببندی هست، برای این هست که تربیت کنن مجرم رو. اگر اشکالات اساسی بیمارگونه داره باهاش روبرو بشن، نه اینکه مردم رو بذارن سر تیر طبق آیین اسلام یا آلت تناسلی یکی رو قطع کنن. کسی این حرکات غیر انسانی رو در اروپای مترقی انجام نمیده. به مجرم به صورت یک ناراضی نگاه کرده میشه. برمیگردم به دنباله سخنانم.